اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل. اندازه که بی‌لیاقتی سپاه پاسداران در یاری رسانی به مردم ایران برای مبارزه با کرونا آشکارتر می شود، آنها بر شدت یاوه‌گویی خود در رابطه با شاهکارهایشان بیشتر می شود. حالا آنها ادعا می کنند که یک بیمارستان 50 تخت خوابی برای کرونا ساختند که در دنیا نظیر و مانند ندارد. امروز یک شنبه 17 فروردین ماه سال 1399 خورشیدی، پنجم ماه آوریل 2020 میلادی و 11 ماه نیسان از سال 5780 ابریست. سرخط شماری از گزارش‌های مهم امروز را به آگاهی شما می‌رسانیم. حسن روحانی در جلسه هفتگی دولت خود اعلام داشت که دستور داده تا 2 هفته دیگر زندگی در ایران به حال عادی بازگردد و ادارات دولتی بازگشایی شوند و کارخانجات و نهادها کار عادی خود را از سر گیرند. روحانی که از ابتدا با برقراری قرنطینه مخالفت ورزیده بود، در این حال به مردم گفت که همچنان در خانه بمانند، ولی همه فعالیت‌ها از سر گرفته خواهد شد. این سخنان روحانی موجب نگرانی شدید محافلی شده که ارزیابی می‌کنند اوج ابتلا به کرونا در ایران هنوز فرا نرسیده و اجرای دستورات روحانی ممکن است ایران را با یک فاجعه بسیار بزرگتر روبرو سازد. آمار جانباختگان و مبتلایان همچنان در ایران بالا می رود، ولی حکومت همچنان از انتشار آمار واقعی خودداری می ورزد و ابعاد فاجعه را پنهان نگاه می دارد. حسن روحانی در سخنان خود ادعا کرده که بین وزیران کابینه او در مورد شیوه رسیدگی به کرونا هیچ اختلاف نظری وجود ندارد. او از شکایت نامی وزیر بهداشت نسبت به وزیر صنایع با این سخنان دروغین خود غافل شد. در اوج بیماری کرونا، 8 گروه تروریستی شیعه وابسته به رژیم ایران در عراق تهدید نامه مشترکی خطاب به ارتش و دولت ایالات متحده انتشار دادند. در ایالات متحده و جهان شیوع کرونا با سرعت نگران کننده ادامه دارد. در اسرائیل احساس می شود که از شتاب آن کمی کاسته شده، ولی 3 تن دیگر در شبانه روز اخیر فوت کردند و 167 تن دیگر نیز مبتلا شدند. برای نخستین بار یک شهر مذهبی نشین مرکز اسرائیل به حال قرنطینه کامل درآمده است. مشروح این گزارش‌ها و خبرهای بیشتری را در رابطه با اسرائیل، ایران، دیگر کشورهای منطقه و جهان در این مجموعه یک ساعته خبری به آگاهی شما می‌رسانیم. تیم خبری امروز ما شامل خانم لیلی بنایان، آقای مرتضی لطفی، دکتر عبدالله قرقوزلو و همچنین من شیرین دادگستر می باشد. موسیقی نیز برای شما یاران گرامی خواهیم داشت. به این برنامه خوش آمدید. یک شنبه همگان به شادمانی و تندرستی. با این آرزو که از مصیبت کرونا هرچه زودتر رهایی یابیم، همراه با همکارانم این مجموعه خبری را به آگاهی شما می رسانیم. حسن روحانی که بیم دارد ادامه بحران کرونا ممکن است آینده رژیم را به سختی به خطر اندازد و ناتوانی های حکومت در رسیدگی به این فاجعه خیزش همگانی مردم ایران را به دنبال آورد، امروز یک شنبه در جریان سخنرانی در هیئت دولت دستور داد که ادارات دولتی کار خود را آغاز کنند و کارگران کارخانه ها به سر کار بازگردند. آگاهان میگویند که رژیم قصد دارد با به خطر انداختن جان مردم به نحوی چرخهای اقتصاد را به حرکت درآورد تا ادامه خطرناک شیوع فقر در سراسر کشور متوقف شود و یا دست کم آن که از سرعت آن بکاهد. کارشناسان امور بهداشتی هشدار می‌دهند که چنین شیوه‌ای ممکن است باعث گسترش سریع‌تر کرونا در کشور گردد و جان صدها هزار نفر دیگر را نیز به خطر اندازد.
البته روحانی اعلام داشت که در شمار کارمندان ادارات که باید سر کار حاضر شوند یک سوم کاسته خواهد شد و در مورد کسب و کار مردم و سرگیری راه اندازی کارخانجات گفت که آنها باید بر حسب پروتکل رفتار کنند. مفهوم این سخنان آن است که روحانی محدودیت‌هایی را نیز در این زمینه قائل شده ولی اعلام جزئیات آن را به عهده رسانه‌های همگانی دولتی گذاشته است. حسن روحانی در همون حال که در سخنان امروز خود اعلام داشت که دستور داده زندگی در ایران هر چه زودتر به حالت عادی بازگردد و همه ی فعالیت‌ها با برخی محدودیت‌ها از سر گرفته شود، ادعا کرد که در دولت او هیچ گونه اختلاف نظری بین وزیران وجود ندارد. این سخنان روحانی در حالی بیان شد که وزیر بهداشت در نامه روز گذشته خطاب روحانی که در همه رسانه‌ها انتشار یافت، به انتقاد شدید از وزیر صنایع پرداخته بود که دستور داده است نهادهای تولیدی و کارخانه‌ها کار عادی خود را از سر گیرند. دستوری که ممکن است همه تلاش‌ها برای مهار کردن کرونا را خنثا کند. دستور رئیس جمهوری برای از سرگیری فعالیت‌های اداری، تولیدی و بازرگانی در شرایطی اعلام می‌شود که شماری از نمایندگان مجلس با ابراز نگرانی از سرعت شیوع کرونا در یک طرح سفاریتی قصد دارند مجلس را دست کم برای یک ماه آینده به تعطیلی بکشانند. دستور حسن روحانی برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی در حالی داده شد که علاوه بر هشدار پزشکان، انجمن‌های پزشکی، مقام‌های وزارت بهداشت از جمله سعید نمکی وزیر بهداشت و همچنین علیرضا زادی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در پایتخت نیز به صراحت به روحانی هشدار داده و گفتند که این فرمان موجب کشتار میلیونی مردم خواهد شد. حسن ایناندو معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز در این باره گفت اگر بخواهیم فعالیت‌های اقتصادی را کامل آزاد کنیم در مدیریت کرونا با یک سناریوی فاجعه بار مواجه می‌شویم و 1 میلیون ایرانی به خاطر کرونا می‌میرند. حسن روحانی پیشتر گفته بود در حالی که بازگشایی واحدهای تولیدی، بازگشایی کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی و همچنین ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها صورت خواهد گرفت که تصمیم‌گیری در این زمینه انجام شود. اما با انتشار این نامه نشان می‌دهد که از پیش تصمیم‌گیری کرده و دستور آن را نیز صادر کرده بود. دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت نیست در انتقاد از بازگشایی زود هنگام ادارات و کارخانه ها و مراکز تجاری و اقتصادی گفت با بازگشایی این مراکز وضعیت ایران حادتر می شود و باید منتظر آمار بالای مرگ و میر و ابتلا به کرونا در کشور باشیم. محمد رضا سبزریپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نیز به روحانی هشدار داده گفت بیش از 1.5 ماه است که شیوع کرونا در ایران از جانب دولت و مقامات مسئول رسانه‌ای و علنی شده و از آن تاریخ تا به امروز بر اساس آمار رسمی دولت شما که تا حدود جای شک و شبهه دارد کل مبتلایان به این بیماری به بیش از 50,000 تن و آمار جانباختگان بیش از 3,200 تن منتشر کردید. حال با این نمونه آماری که خودتان اعلام کردید می‌خواهید با بازگشایی زود هنگام این مراکز عده‌ای از مردم را تحت عنوان کارمند و ارباب رجوع از منزل بیرون می‌کشید و جان مردم ایران را به خطر اندازید. رئیس جامعه روحانیت مبارز نیز در این باره گفت اگر در بازگشایی مدارس و ادارات تصمیم عجولانه اتخاذ شود ممکن است جهش در آمار مبتلایان به کرونا داشته باشید. آخوند محمدعلی موحدی کرمانی در انتقاد از تصمیم روحانی گفت جناب رئیس جمهور، درست است که کشور دچار رکود شدید اقتصادی شده، اما مهمترین مسئله در حال حاضر جان مردم و صیانت از زندگی آنهاست. تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل میگوید که روحانی با این دستور قصد دارد از یک سو روند زندگی در ایران را عادی نشان دهد و این تصور باطل را ایجاد کند که کشور دوران خطرناک کرونا را پشت سر گذاشته و سوی دیگر می‌خواهد گروه‌هایی از مردم درآمدی داشته باشند که تأمین معیشت آنان به دوش بودجه دولت نهاده نشود. مصیبت کرونا در حالی در ایران فاجعه آفریده که دولت روحانی به علت ادامه تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و حتی شدت گرفتن آن تقریباً پولی در صندوق ندارد و خوشبین‌ترین کارشناسان اقتصادی می‌گویند که بودجه تصویب شده
دست کم 50% کاستی دارد که معلوم نیست چگونه تعمیر خواهد شد. روحانی حدود 2 هفته پیش با فرستادن نامه‌ای به علی خامنه‌ای درخواست کرده بود که 1 میلیارد دلار از پولی که در صندوق توسعه ملی ذخیره شده برای تأمین کاستی بودجه و هزینه‌های کرونا در اختیار دولت قرار گیرد. ولی بی‌اعتنایی رهبر حکومت به این درخواست همچنان ادامه دارد. صندوق بین المللی پول نیز به احتمال زیاد درخواست وام 5 میلیارد دلاری ایران را رد کرده است و پایین آمدن بهای نفت در بازار جهانی و کاهش میزان صادرات ایران به کشورهای دیگر نیز مصیبت مالی رژیم را دوچندان کرده است. یکی از امیدهای دولت افزایش دریافت مالیات بود. در ایران گروه‌های بسیار زیادی وجود دارند که یا از پرداخت مالیات معاف هستند و یا از زیر بار پرداخت آن شانه خالی می‌کنند. بیشی از نیمی از اقتصاد ایران در تسلط آستان قدس رضوی در مشهد، سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفین قرار دارد که حتی یک شاهی به دولت مالیات نمی‌پردازند. از سوی دیگر فرار از پرداخت مالیات امری است که همیشه در ایران وجود داشته و در شرایط کنونی نیز که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در ایران فلج شده، درآمدها به حدی پایین آمده که گرفتن مالیات از آن نمی‌تواند منبع درآمد قابل توجهی برای دولت باشد. حسن روحانی در سخنان امروز خود گفت که در استان تهران بازگشت به فعالیت عادی از 13 روز دیگر یعنی از 30 فروردین از سر گرفته خواهد شد. وی هفته پیش گفته بود که از 16 فروردین یعنی روز گذشته ادارات بازگشایی می شود. از سخنان روحانی مشخص نبود که آیا مغازه ها و فروشگاه ها نیز در چارچوب این تصمیم بازگشایی خواهد شد. درباره شیوه کار کارخانجات نیز سخنان او مشخص نبود، ولی احتمال زیاد می رود که آنها هم باید از شمار کارگران هر شیفت بکاهند. سخنان روحانی در حالی بیان می شود که کارشناسان می گویند در روزهای آینده موج تازه‌ای از شیوع کرونا در ایران ایجاد خواهد گردید که عدم رعایت مقررات قرنطینه ممکن است باعث وقوع فاجعه بزرگتری شود. روحانی از روز اول گفته بود که با قرنطینه مخالف است و ماه گذشته در سخنان روز چهارشنبه گفته بود که دستور داده از روز شنبه یعنی پس از گذشت 3 روز زندگی در ایران به حال عادی بازگردد، ولی در آن روز شنبه کرونا گسترش بیشتری در ایران پیدا کرد که موجب عقب افتادن برخی فعالیت‌های عادی گردید. درباره واکنش‌ها نسبت به سخنان امروز رئیس جمهوری در نشست هیئت دولت، گزارش‌های بیشتری در این زمینه در ادامه این برنامه خبری به آگاهی خواهد رسید. آمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 1,100,000 تن و نزدیک به 61,000 قربانی رسیده است. در چین مراسم سکوت 3 دقیقه‌ای به یاد قربانیان برگزار شد و یک زوج هندی از نامگذاری دوقلویشان به کرونا و کویت خبر دادند و رئیس جمهوری ترکمنستان نیز برای نخستین بار واژه کرونا را بر زبان راند. در حال حاضر بیشترین تعداد مبتلایان کرونا در جهان در آمریکا گزارش شده است. به گفته مقام‌های بهداشتی آمریکا تنها در 24 ساعت گذشته نزدیک به 14,000 مبتلای جدید تشخیص داده شدند که مجموع مبتلایان به کرونا در این کشور را به حدود 291,000 نفر رساند. از این میان بیش از 1,440 نفر در شبانه روز گذشته جان باختند که رقم قربانیان کرونا در آمریکا را به حدود 7,900 نفر رسانده است. پس از آمریکا 4 کشور اروپایی اسپانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا در جهان را دارند. در اسپانیا مبتلایان به حدود 125,000 نفر رسیده که از آن میان
نزدیک به 12,000 تن جان باختند. با این حال روز شنبه دیروز در این کشور اعلام شد که برای دومین روز متوالی تعداد مبتلایان جدید و همچنین تعداد مرگ‌ها اندکی کاهش نشان می‌دهد. در نقطه اوج شیوع کرونا در اسپانیا چند روز پیش تا 4,000 مرگ در یک روز نیز در این کشور ثبت شد که البته بخشی از این آمار مربوط به کهنسالان است که در روزهای قبل در خانه های سالمندان در گذشته بودند و از آنجا که در بیمارستان نمودند جز به آمار قربانیان کرونا به حساب نمی آمدند. گروه های تروریستی شیعه در عراق که از حکومت اسلامی ایران دستور می گیرند بر شدت تهدیدهای جنگی خود علیه حضور نظامی ایالات متحده در آن کشور افزودند و هشدار دادند که خود را برای انجام تعرضات بیشتری آماده می سازند. حکومت ایران نیز پیشتر گفته بود که این گروه ها حق دارند انتقام خون قاسم سلیمانی را از آمریکا بگیرند، ولی رژیم ایران در این تصمیم آنان دخالتی ندارد. 8 گروه وابسته به رژیم ایران در عراق که همگی بخشی از گروه چروکی موسوم به هشت الشعبی را تشکیل می دهند در بیانیه مشترکی هشدار دادند که عملیات تعرضی بیشتری را علیه حضور نظامی ایالات متحده در عراق تدارک می‌بینند و نظامیان آمریکا باید در روزها و هفته‌های آینده در انتظار ضربات تازه‌ای باشند. علی خامنه‌ای نیز 2 ماه پیش در واکنش به هلاکت قاسم سلیمانی گفته بود که رژیم ایران انتقام سختی خواهد گرفت. او گفته بود که حمله موشکی سپاه پاسداران به قرارگاه آمریکایی عین الاسد در عراق تنها سیلی کوچکی بوده و اقدامات بیشتری در راه خواهد بود. حسین سلامی و فرماندهان دیگر سپاه پاسداران نیز گفته بودند که اخراج نیروهای آمریکایی از عراق را یک هدف استراتژیک خود می‌دانند و برای رسیدن به آن به همه اقدامات لازم دست خواهند زد. همه 8 گروهی که بیانیه تهدیدآمیز علیه ایالات متحده را امضا کردند نهادهایی هستند که پول و اسلحه آنها به طور کامل توسط رژیم ایران تامین می‌گردد و مستقیما از تهران دستور می‌گیرند. در گزارش‌های روزهای اخیر گفته شده بود که ارتش ایالات متحده ضربات کوبنده‌ای را علیه سازمان‌های چریکی شیعه وابسته به رژیم ایران تدارک می‌بیند. گروه‌های شیعه عراقی در هفته‌های اخیر به چند حمله موشکی دیگر نیز علیه نیروهای آمریکایی دست زدند. ارتش آمریکا در روزهای گذشته چند قرارگاه کوچک را به ارتش عراق بازگردانیده و شماری از سربازان خود و خانواده‌های آنان را به ایالات متحده بازگردانیده است. با آنکه ممکن است این اقدامات در چارچوب تجدید سازمان‌های حضور نیروهای آمریکایی در عراق انجام گرفته باشد و شاید هم با سرعت شیوع کرونا در عراق بی ارتباط نباشد، از جانب رژیم ایران و گروه‌های چریکی وابسته به آن به نشان ضعف تعبیر شده و موجب افزایش گستاخی آنان گردیده است. بیانیه تهدیدآمیز این 8 گروه در حالی انتشار می‌یابد که رژیم ایران ادعا می‌کند که تحریم‌های اقتصادی آمریکا توان ایران را در رویارویی با کرونا تضعیف کرده است. محمد جواد ظریف در آخرین پیام توییتری خود ایالات متحده را به خاطر ادامه این تحریم ها به تروریسم اقتصادی و پزشکی متهم ساخته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری خود تاکید کرد در 2 هفته آینده تعداد زیادی به دلیل ویروس کرونا کووید 19 در ایالات متحده جان خود را از دست خواهند داد. دونالد ترامپ در آغاز کنفرانس خبری خود هشدار داد متاسفانه شمار زیادی در هفته آینده خواهند مرد و هفته بعد از آن مرگبار و سخت خواهد بود. دونالد ترامپ اقدامات برای مقابله با ویروس کرونا را با شرایط جنگی مقایسه کرد و گفت که چنین اقداماتی در تاریخ کشور کم سابقه بوده است. وی گفت شما فقط در جنگ شمار قربانیان را این چنین می‌بینید.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تأکید کرد که دولت تلاش‌های خود را بر مناطقی که شدیداً درگیر شیوع ویروس کرونا هستند متمرکز خواهد کرد. دبرا بریکس از اعضای گروه هماهنگی مقابله با کرونا در کاخ سفید نیز در این کنفرانس خبری گفت احتمالاً اوج شیوع کرونا 6 یا 7 روز آینده خواهد بود. بنابراین 2 هفته آینده بسیار مهم هستند. دبرا بریکس در ادامه گفت 3 منطقه همکنون با اوج شیوع ویروس کرونا مواجه هستند و آنها مطابق اطراف مترو در شهرهای نیویورک، دیترویت و نیورلئان هستند که به لحاظ جمعیت دارای تراکم می باشند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت ما در وهله اول تلاش خواهیم کرد مناطقی که درگیر شیوع کرونا هستند کمک کنیم. در مرحله دوم باید مانع آن شد که سرعت شیوع کرونا در سایر نقاط افزایش یابد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که 1000 نیروی کادر درمانی ارتش را به نیویورک اعزام خواهد کرد تا به تلاش‌ها برای مقابله ویروس کرونا در این شهر کمک کنند. نیویورک طی هفته‌های اخیر یکی از کانون‌های اصلی شیوع ویروس کرونا بوده و بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا را در بین ایالت‌های آمریکا دارد. دونالد ترامپ در بخش دیگری به موضوع کمبود دستگاه‌های کمک تنفسی اشاره کرد و گفت نمی‌توان درخواست همه فرمانداران را برآورد کرد. وی در ادامه با اشاره به درخواست یکی از فرمانداران گفت که وی درخواست 40,000 دستگاه تنفسی کرده است که تهیه چنین رقمی از دستگاه‌های کمک تنفسی غیر واقع بینانه است. دونالد ترامپ همچنین گفت برخی از ایالت‌ها بیش از نیاز خود دستگاه کمک تنفسی دارند. رئیس جمهوری آمریکا از مردم خواست به مقررات اعلام شده برای مقابله با ویروس کرونا توجه کنند. او در ادامه گفت که وزارت خارجه آمریکا توانسته است 40,000 آمریکایی را در شرایط کنونی به کشور بازگرداند. شماری از برجسته‌ترین پزشکان اسرائیل و جهان و کارشناسان امور بیولوژی در همان هنگام که می‌کوشند به ساخت دارو و یا واکسن علیه کرونا دست یابند، تراش دارند ببینند کدام یک از داروهایی که همکنون برای درمان برخی بیماری‌های واگیردار به کار می‌رود، می‌توان برای درمان کرونا و یا کند کردن شتاب واگیری آن مؤثر باشد. یک گروه از پزشکان اسرائیلی به آزمایش دارویی پرداختند که برای درمان یک بیماری خطرناک به نام مالاریای غرب رود نیل به کار می‌رود که از مصر آمده و با نیش سه پشه وارد بدن انسان می شود. گزارش رسید که در ایران برخی پزشکان دارویی را توصیه کرده اند که علیه شپش به کار می رود. در ایالات متحده نیز به پزشکان اجازه داده شده چند داروی بیماری های واگیردار دیگر را بر روی افراد برای درمان کرونا آزمایش کنند. شرکت داروسازی بایر در آلمان نیز که یکی از عمده‌ترین شرکت‌های تولید دارو در جهان می‌باشد، تصمیم گرفته یک داروی قدیمی را در این مورد با آزمایش بالینی بگذارد. داروی شرکت بایر نیز همان دارویی که در اسرائیل با آزمایش گذاشته شده برای درمان نوعی بیماری مالاریای مورد استفاده قرار گرفته است. علت روی آوردن به این شیوه ها آن است که رسیدن به هر دارویی که مختص درمان کرونا باشد روندی چندین ماهه دارد که حتی ممکن است 1 سال و بیشتر به درازا بکشد و این در حالی که بشریت به صورت فوری به دارویی نیازمند است که همکنون ادامه شیوع ویروس کرونا را متوقف سازد. ساخت واکسن به هدف ایجاد مصونیت نسبت به ویروس نیز یک روند طولانی دارد. در اسرائیل همکنون دست کم 2 آزمایشگاه با سابقه در این راه تلاش می کنند و اعلام داشتند که واکسن آنها برای آزمایش به روی انسان آماده شده است.
به علت آن که پزشکان هنوز در مورد شیوه اثرگذاری کرونا و خصوصیت دیگر آن هنوز اطلاعات کافی ندارند، ابراز نگرانی می شود که حتی اگر در مرحله کنونی این ویروس مهار شود، ممکن است در آینده نچندان دور دوباره بروز کند. در اسرائیل ابراز نگرانی شده که حتی اگر شیوع ویروس در تابستان امسال متوقف گردد، هیچ تضمینی وجود ندارد که در پاییز یا زمستان آینده دوباره به صحنه نیاید. یکی از شیوه هایی که یک بیمارستان در اسرائیل اجازه آزمایش آن را دریافت کرده، استفاده از پلازمای افرادی است که پس از ابتلا به کرونا کاملا شفا یافتند و در پلازمای آنها پادگنی تولید گردیده که رشد کرونا در بدن مبتلایان دیگر را ممکن است کند سازد. همه پزشکان و آزمایشگاه‌هایی که به امتحان داروهای مختلف موجود پرداختند میگویند که اگر یکی از آنها برای درمان مؤثر تشخیص داده شود، همه کارخانجات داروسازی در سراسر جهان میتوانند همزمان به تولید آن بپردازند و آن را در کوتاه‌ترین مدت در اختیار همه کشورها قرار دهند. ولی هنوز نمیتوان پیش بینی کرد که تا چه حد این تلاش میتواند به موفقیت بیانجامد. در نامه اخیری که 50 استاد اقتصاد ایران خطاب به حسن روحانی برای کاهش اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی در این کشور خطاب به حسن روحانی نوشته است، دو بسته سیاسی را به دولت پیشنهاد کردند و خواستار اجرای آن شدند. این دو بسته شامل اقدامات عاجل تا خرداد ماه 99 و اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای 9 ماه پایان سال 99 است. آنان همچنین خواهان آن شدند که دولت حسن روحانی با اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی و اعتباری و اختصاصی شده و همراه نمودن آنها با سیاست پولی مناسب از تأمین حداقل معیشت اقشار آسیب پذیر اطمینان حاصل کرده و نهایتاً اینکه احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا را به حداقل برساند. درباره بسته اقدامات عاجل برای سه‌ماهه اول امسال به منظور جلوگیری از بروز بحران اقتصادی و اجتماعی 4 مورد را مطرح کردند. مورد اول تأمین معیشت خانوار است که بر اساس آن پیشنهاد شده در بهار سال 1399 خورشیدی به هر ایرانی 1,000,000 تومان اعتبار خرید کالا داده شود و نیز با تعیین 3 سطح حمایتی برای کمک به اقشار آسیب دیده و 3 دهک پایین پرداخت‌های بلاعوض به آنها انجام پذیرد. فاصله گذاری اجتماعی محور دوم پیشنهادی است که بر طبق آن فعالیت‌های اقتصادی با حد اکثر دورکاری ادامه یابد و در این حال ستاد ملی کرونا باید با ایجاد خدمات درمانی و پروتکل‌های مشخص بهداشتی به تدریج بخش‌های ضروری و کم ریسک‌تر اقتصاد را به حرکت درآورد. برای نخستین بار یک شهر مرکز اسرائیل تحت قرنطینه کامل درآمده و با توجه به تجربه که از این کار به دست آمد، ممکن است شهرها یا محله‌های دیگری نیز مورد قرنطینه قرار گیرد. شهر بنی برک در حومه تل آویو که همه 210,000 نفر ساکنان آن افراد مذهبی اولترا ارتودکس هستند، از 2 روز پیش مورد قرنطینه قرار گرفته و ورود و خروج به شهر جز در موارد استثنایی ممنوع شده و اکنون ممکن است وزارت بهداشت اسرائیل همین تجربه را در مورد شهرها و محله‌های دیگری که کانون شیوع کرونا تشخیص داده شده به اجرا بگذارد. اکثر نقاطی که در این لیست احتمالی قرار گرفته‌اند شهرها و یا محله‌های مذهبی نشین هستند که اهالی از وخامت ویروس اطلاع کافی نداشتند
و با اتکا به ایمان مذهبی بر این باور بودند که اگر برفتن به کنیسا نیایشگاه یهودیان ادامه دهند از آسیب مصون خواهند بود. بسیاری از آنها همچنان به همایش‌های بزرگ ادامه داده بودند که به کانون شیوع کرونا مبدل گردیده بود. یک گروه 2000 نفره از سربازان ارتش اسرائیل برای اجرای مقررات منع آمد و شد در ورودی‌ها و خروجی‌های شهر بنی براک افراد پلیس را همراهی می‌کنند. در داخل شهر گرچه آمد و شد مردم بسیار کمتر شده، ولی شماری از فروشگاه‌ها به ویژه فروشگاه‌های آذوقه و لوازم ضروری دیگر همچنان باز است. بسته شدن جاده اصلی که به بنی براک می‌رسد، راهبندان‌های بزرگی را در داخل تل آویو و شهرک‌های اطراف آن به وجود آورده است. در اورشلیم یک گروه کوچک از یهودیان افراطی همچنان به مخالفت با مقررات قرنطینه ادامه می‌دهند. کودکان و نوجوانان این گروه برای بار سوم خودروهای آتش نشانی را هدف سنگباران قرار دادند. نزدیک بودن ایام عید پسح، عید آزادی و بهار یهودیان که از شامگاه روز چهارشنبه آغاز می شود، مشکلات زندگی را به ویژه برای مذهبیون کشور دشوارتر ساخته است. در این عید یهودیان نان فطیر می خورند و باید محل سکونت آنان به طور کامل نظافت شود تا اثری از نان غیر فطیر یافت نگردد. رساندن آذوقه به خانواده‌های مذهبی در بنی براک و شهرهای دیگر نیز یکی از رسالت‌های دشوار ارتش و نیروهای دیگر کشور می‌باشد. وزارت بهداشت مایل است که محله مذهبی نشین اورشلیم و همچنین محله‌های فلسطینی نشین که شمار زیادی از مبتلایان به کرونا در آنجا تشخیص داده شده مورد قرنطینه قرار گیرد، ولی هنوز اجازه اجرای آن داده نشده است. در شبانه روز اخیر 3 تن دیگر از بیماران در اسرائیل فوت کرده اند که همگی افراد مسن و دارای بیماری های قبلی بودند. شمار قربانیان تا پیش از ظهر امروز به 47 تن رسیده و 126 نفر نیز با وضع وخیم در بیمارستان بستری هستند که تلاش پزشکان برای نجات جان آنان ادامه دارد. در مجموع شمار مبتلایان در اسرائیل به 8000 تن رسیده است که در شبانه روز اخیر 167 تن افزایش نشان می‌دهد. کارشناسان بر این باورند که از شتاب گسترش کرونا کاسته شده، ولی هنوز راه درازی در پیش است. تا عصر شنبه دیروز شمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در آمریکا به بیش از 300,000 نفر رسید. تعداد قربانیان این ویروس نیز 8,162 نفر اعلام شده است. در همین حال آندرو کومو فرماندار نیویورک گفت تنها در 24 ساعت گذشته 630 نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در این ایالت جان خود را از دست دادند. وی تصریح کرد اوج شیوع این بیماری در این ایالت در روزهای آینده خواهد بود. اندرو کوما در یک کنفرانس خبری شمار قربانیان در این ایالت را 3,563 نفر اعلام کرد و گفت که وضعیت شیوع ویروس کرونا در لانگ آیلند و شرق شهر نیویورک نگران کننده است. فرماندار نیویورک تصریح کرد ما هنوز به نقطه اوج شیوع نرسیدیم، ولی داریم با آن نزدیک میشویم. در حال بررسی ارزیابی هستیم و در 7 روز آینده خواهد بود. او اضافه کرد تنها 30 روز پیش نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شد، ولی احساس میکنی به اندازه یک عمر بود. کارشناسان مقابله با ویروس کرونا در کاخ سفید پیشبینی کردند که شمار قربانیان این ویروس بین 100,000 تا 240,000 نفر باشد. شماری از رسانه‌های همگانی در بیروت خبر دادند که یکی از سرکردگان حزب الله لبنان هدف گلوله قرار گرفته و هلاک شده است. نام این تروریست علی محمد یونس اعلام گردید
که فرماندهی یک واحد از چریک‌های حزب الله را در لبنان به دست داشته است. این فرد هنگام حضور در جنوب لبنان هدف گلوله قرار گرفت و هنوز از هویت زارب یا زاربین خبری در دست نیست. حزب الله لبنان این قتل را به افرادی که مزدوران و نفوذی‌ها نامید نسبت داد. این گروه بارها ادعا کرده که اسرائیل توانسته است عوامل خود را در رده فرماندهی حزب الله رخنه دهد. ولی در گزارشی که درباره ترور محمد علی یونس انتشار یافته به اسرائیل و یا کشور دیگری اشاره نشده است. با آنکه قطعنامه چند سال پیش شورای امنیت سازمان ملل فعالیت نظامی حزب الله را در جنوب لبنان ممنوع ساخته بود، این سازمان همچنان به برنامه ریزی های تهاجمی برای حمله به اسرائیل ادامه می دهد. گروه های زیادی از مردم لبنان ادامه فعالیت نظامی حزب الله را مغایر با مصالح ملی کشور خیش می دانند و خواهان پایان بخشیدن به آن هستند. آمار جانباختگان کرونا در ایران تا پیش از ظهر امروز به 3603 تن رسید که نسبت به روز گذشته 151 تن به آن افزوده شد. آماری که در شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان انتشار می‌یابد شمار قربانیان و مبتلایان را بسیار بیشتر از این آمار رسمی ارزیابی کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد تعداد مبتلایان کرونا به 58226 تن رسید که از این تعداد 2483 مورد جدید کشف شده و بیش از 22000 تن نیز بهبود یافتند. دکتر کیانوش جانپور افزود حال عمومی 4057 تن از مبتلایان که در مراکز درمانی بستری هستند نامساعد گزارش شده. همزمان با دستوری که از 20 فروردین کشور به حال عادی بازگردد، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس ارائه طرح سفوریتی تعطیلی کامل این کشور به هیئت رئیسی مجلس خبر داد. عبدالکریم حسینزاده با بیان اینکه طرح سفوریتی تعطیلی کامل ایران با امضای 16 تن از نمایندگان تحویل دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر پیشین بهداشت کرده گفت ایشان نیز این طرح را به اداره قوانین ارجاع کردند. حسین‌زاده گفت این طرح که حدود یک ماه پیش تهیه شده بود بر مبنای تعطیلی یک ماه کشور و بر اساس اصل 79 قانون اساسی پیش بینی شده که با توجه به اینکه مجلس جلسه علنی نداشت امکان مطرح کردن آن نیز نبود. وی افزود با شیوع ویروس کرونا طی چند ماه گذشته در ایران این کشور به صورت نیمه تعطیل در آمده و بنابراین برای قطع زنجیره انتقال این ویروس باید حداقل به مدت یک ماه در سراسر کشور کمترین تردد و تماس وجود داشته باشد. دکتر حسن اینانلو معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز در این باره به روحانی هشدار داده اگر طی روزهای آینده بخواهیم فعالیت‌های اقتصادی را کامل آزاد کنیم با کشتار بیش از 1 میلیون نفر از مردم ایران مواجه خواهیم شد. و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، هر اندازه بیکفایتی و بیلیاقتی رژیم و سپاه پاسداران در رسیدگی به فاجعه کرونا آشکارتر می شود، آنان بر دامنه یاوه‌گویی ها و منم منم زدن های خود می افزایند. در زبان‌های اروپایی درباره این وضع می‌گویند که فلانی با یک برگ انجیر می‌خواهد عورت یعنی برهنگی خود را بپوشاند. حالا در این زمینه ادعای سپاهی حسین سپه را بشنوید که گفت کشورهای اروپایی به وزیر بهداشت رژیم ایران التماس می‌کنند که حاضر شود با آنها گفتگو کند و از تجربیات او در مبارزه با ویروس کرونا بهره بگیرند. واقعاً این آقای سعید نمکی وزیر بهداشت حکومت باید جایزه صلح نوبل بگیرد که با نادانی و بیکفایتی خود این همه مردم ایران را به کشتن داده و هنوز هم پنهانکاری می کند. چنین رفتاری که از دست همه کس بر نمی آید. پس وزیر بهداشت ایران و اقدامات درخشان رژیم
در شیوع هرچه گسترده تر کرونا در ایران و به کشته دادن این شمار بزرگ از شهروندان، تجربه ایست که دولت‌های جهان باید از زبان خود سعید نمکی بشنوند و از تجربیات او بیاموزند. خب، می دانید این سپاهی حسین سپهر که گفته است دولت‌های اروپایی التماس می کنند که سعید نمکی تجربه خود در مبارزه با کرونا را در اختیار آنها بگذارد چه کسی است؟ ایشان سردار محمد حسین سپهری، جانشین معظم سازمان بسیج هستند که ادعا می کند همه امکانات بسیج را در خدمت ملت ایران قرار داده است. خیال کردی بی تو کارم تمامه، خیال کردی بی تو مرگار جومه، خیال کردی دیگه این زندگانی، تو چون رفتی بی تو بر من حرومه، خیال کردی نه از پا نشستم نه در خود شکستم، بیا تا ببینی که من زنده هستم، به مرز جنونم چشاندی و رفتی، غمم را ز چشمم نخوندی و رفتی، خیال کردی نباشد به قلبم امید محالت، نمانده به جانم نیاز وصالت، نمیخواهم اصلا بدانم کجایی، دلم بست ره را به سوی خیالت، خیال کردی در واکنش به تصمیم روحانی برای بازگرداندن زندگی در ایران به حال عادی، یکی از مسئولان بیمارستان مسیحی دانشوری تهران به او هشدار داده گفت دولت قرنطینه را بردارد با اوج دوم کرونا مواجه می شویم. پیام تبرسی، معاون آموزشی بیمارستان مسیحی دانشوری تهران، در انتقاد شدید از روحانی گفت از یک سو طرح فاصله گذاری اجتماعی را دیر آغاز کردید و سوی دیگر با شتاب زدگی می خواهید طرح نیمه قرنطینه را بردارید. مطمئن باشید با این کار پیک دوم بیماری کرونا اتفاق می افتد. تبرسی تصریح کرد طرح فاصله گذاری اجتماعی توسط دولت باید تا 2 هفته دیگر در کشور تمدید شود تا کنترل ویروس کرونا به مرحله تثبیت برسد. به افزود این تصمیمات غیر تخصصی اگر عملی شود تا 2 یا 3 هفته آینده پیک دوم بیماری اتفاق می افتد و در پی آن
افزایش مرگ و میر صورت خواهد گرفت. این استاد دانشگاه تهران در ادامه گفت اگر از این بعد به اندازه کافی دارو و تجهیزات درمانی وارد نشود و پیک بیماری هم بروز یابد، حتما کشور دچار بحران شدیدی خواهد شد. همچنین دکتر علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس تیم پزشکی رهبر جمهوری اسلامی با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست تا دستور توقف انتشار اخبار تایید نشده که مرتبط با درمان کرونا در رسانه‌های خبری را صادر کند. مرندی در ادامه گفت که ضرورتی به نظر می‌رسد که نتیجه پیشرفت‌های تحقیقاتی در حوزه درمان بیماری کرونا پس از تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منحصراً از طریق سخنگوی رسمی وزارت بهداشت اعلام گردد. اسحاق جهانگیری در تایید سخنان حسن روحانی بعد توضیح دستوراتی که او صادر کرده از جمله گفت نباید اجازه دهیم واحدهای تولید، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی دچار ورشکستگی شوند و افزود دولت با تمام ظرفیت کنار فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف خواهد بود. با شیوع ویروس کرونا در چین در اواخر ژانویه و سرایت و شیوع آن در کشورهای اروپایی و خاورمیانه، بازارهای مالی جان در سراسر دنیا واکنش نشان دادند. البته به عقیده خبرگزاری تسنیم میزان اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر اقتصادهای مختلف یکسان نخواهد بود و شیوع این ویروس میتواند بر اقتصادهای متکی بر درآمد ناشی از گردشگری تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. بر این اساس میتوان گفت شیوع ویروس کرونا در ایران نیز تأثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی داشته و خواهد داشت. به باور کارشناسان اقتصادی در ایران داستان کمی پیچیده‌تر است، زیرا علاوه بر آسیب‌های اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم لجام گسیخته در سطح بالا آسیب‌های بیشتری را شاهد خواهد بود. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید 11 کشور درگیر جنگ داخلی طولانی مدت از درخواست وی برای برقراری آتش بس به دلیل احتمال شیوع ویروس کرونا استقبال کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای گوترش در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت همانطور که پیش از این نیز گفته، در هفته های آینده موضوع آتش بس در این کشورها و مناطق را دنبال خواهد کرد. سازمان ملل متحد به شدت نگران شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورهای دارای سیستم درمانی ضعیف و شکننده است که به خاطر سالها جنگ داخلی دچار مشکلات بسیاری هستند. به گفته دبیر کل سازمان ملل، تحریم‌های درگیر در کشورهای چون یمن، لیبی، سومالی، سوریه، اوکراین، کامرون و کولومبیا از جمله به درخواست وی پاسخ مثبت دادند. آنطور که دبیر کل سازمان ملل توضیح داده، به دنبال طرح درخواست وی در 23 مارس تعداد زیادی از دولت‌ها، شرکای منطقه‌ای، سازمان‌های مردم نهاد، چهره‌های غیر دولتی و سازمان‌ها از درخواست وی برای برقراری آتش بس داخلی در کشورهای درگیر جنگ داخلی حمایت کردند. وی ضمن اشاره به امضای 1,000,000 تن از این درخواست به صورت آنلاین در کنار سازمان‌ها و دولت‌ها افزود که برای ساکت کردن تفنگ‌ها باید صدای صلح را بلند کرد. بر اساس این گزارش، تلاش‌های سازمان ملل متحد در این زمینه در شرایطی که شورای امنیت این سازمان بر سر صلح در کشورهای درگیر اتفاق آرا ندارد، از اهمیت خاصی برخوردار است. آنتونیو گوترش با هشدار نسبت به حرکت کرونا به سوی مناطق و کشورهای درگیر جنگ و ناآرامی از همه فرستادگان این سازمان در سراسر جهان خواست با طرفهای درگیر مذاکره کرده آنها را قانع کنند تا سلاح خود را
به زمین بگذارند تا امکان مقابله با بیماری کرونا فراهم شود. سازمان بهداشت جهانی نیز اعلام کرد که حکومت‌های خاورمیانه باید تا فرصت باقی است برای جلوگیری از شیوع کرونا سرعت عمل بیشتری به خرج دهند. خبرگزاری تابناک نزدیک به محسن رضایی نیز درباره ابعاد شیوع کرونا در ایران نوشت: رئیس جمهوری باید پاسخ قانع کننده‌ای برای این همه اختلافات درون سازمانی خود بدهد و خیلی صریح و رو راست با مردم در این خصوص صحبت کند که تصمیمات متخذه و سخنانی که بعضن رئیس جمهوری میزند و مورد انتقاد قرار میگیرد مبنایش چیست و بر اساس کدام فکر و مشاوره کدام بخش ها بیان شده. به نظر میرسد در برخی موارد شاید اطلاعات غلطی به ایشان برسد که با واقعیت های کشور همخوانی ندارد. تابناک در ادامه نوشته که معمولا سال آخر دولت ها سال نتیجه گیری و اعلام گزارش کار در خصوص اقدامات انجام شده در مدت زمان 4 و 8 ساله است. برخی تحلیلگران میگویند به جهت مشکلاتی که در ارتباط با برجام به وجود آمد و اینکه اساساً دولت تدبیر و امید دولت برجام بود و مبتنی بر آن برنامه‌هایش را چیده بود، شاید خیلی هم بد نباشد که مدتی از سال آخر به حواشی مربوط به کرونا بپردازد. تابناک نوشت برخی هم برخلاف این تحلیل معتقدند دولت روحانی می‌خواهد در این دوران پایان مدیریتش در کشور به اقداماتی که در زمینه‌های راه‌اندازی پروژه‌های مواصلاتی بزرگ، خرید ناوگان حمل و نقل عمومی و به خصوص هوایی، توسعه گردشگری، قطع وابستگی بودجه به نفت متأثر از شرایط ایجاد شده و مسائلی از این دست در عمر 8 ساله اش بپردازد و خیلی زود موضوع کرونا را جمع کرده و به بیان این دستاوردها برای مردم بپردازد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خصوص رقابت عربستان سعودی و روسیه در بازار نفت هشدار داد چنانچه لازم باشد برای دفاع از منافع کارگران صنعت انرژی این کشور بر واردات نفت تعرفه اعمال خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری روزانه خود در کاخ سفید گفت در صورتی که مجبور شوم برای محافظت از 10,000 کارگر بخش انرژی و شرکت‌های بزرگ کاری انجام دهم بر واردات نفت تعرفه اعمال خواهم کرد و هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد. به دنبال رقابت عربستان و روسیه بر سر میزان عرضه نفت و همچنین تحت تأثیر کاهش فعالیت‌های اقتصادی و خانه‌نشین شدن بیش از میلیاردها نفر از جمعیت جهان به دلیل همه‌گیر شدن ویروس کرونا، بهای هر بشکه نفت که در اوایل سال جاری حدود 65 دلار بود به حدود 20 دلار سقوط کرد و میزان تقاضا برای نفت خام حدود 1/3 یا 30 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. آمریکا در سالهای اخیر به بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان تبدیل شده و در بعضی مواقع در صادرات نفت خود با روسیه و اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نیز رقابت کرده است. رایترز میگوید سقوط بهای نفت در بازار جهانی تولید نفت در آمریکا را شدیداً تحت تاثیر قرار می‌دهد و ادامه تولید برای برخی از تولیدکنندگان صرفه اقتصادی نخواهد داشت و شرکت‌های نفتی در آستانه ورشکستگی قرار خواهند گرفت. بنابراین کارگران این بخش شغل خود را از دست خواهند داد. دونالد ترامپ روز جمعه پریروز با شماری از مدیران بخش انرژی آمریکا دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا پس از این دیدار اظهار داشت اگر آنها با ما منصفانه رفتار نکنند ما از ابزارهای خود استفاده خواهیم کرد. فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در کلانشهر تهران از افزایش آمار 30% مراجعان به بیمارستان ها در 2 روز گذشته در تهران خبر داد. دکتر علیرضا زالی گفت متاسفانه امروز در شرایطی شاهد افزایش غیر متعارف و ترددها و حضور افراد در سطح شهر بوده ایم که 448 بیمار کرونایی مثبت جدید در بخش های عادی و 99 بیمار جدید کرونایی در بخش های ویژه بستری شدند. به گفتی او در 2 روز اخیر
کل مراجعان بیمارستانی 30% رشد داشته که این حاصل از استمرار و حتی افزایش شیوع ویروس کرونا در شهر تهران بوده که نگران کننده است و افزایش تردد و شروغی ها با این آمار روبه تزاید کار را پیچیده تر کرده و در واقع مشکلات جدیدتری را در حوزه بهداشت و درمان ایجاد می کند. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حکومت ایران ضمن اشاره به ضرورت حمایت جدی دولت از صنعت گردشگری گفت 80,000 تن به طور مستقیم با گردشگری مرتبط هستند که در صورت عدم حمایت دولت بیکار می شوند و خسارت گسترده‌ای به این صنعت به دلیل شیوع کرونا سبب ورشکستگی آن می شود. بر اساس گزارش خبرنگار میراث آریا، علی اصغر مونسان در نشست بررسی مشکلات حوزه‌های سگانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی از وی خواست با درخواست و پیشنهاد این وزارتخانه برای در نظر گرفتن چند روز تعطیل عمومی بعد از مهار کرونا با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و نیز جبران زیانهای وارد آمده به حوزه گردشگری و صنایع دستی موافقت کند. به این تأکید کرد که اگر دولت کمک نکند صنعت گردشگری در ایران برشکسته می شود. برخورد مرزبانان و پلیس یونان با پناهجویان در مرز این کشور با ترکیه انتقادات زیادی را در آلمان برانگیخته است. پارلمان آلمان بوندستاگ به یک گروه از کارشناسان برای بررسی این موضوع مأموریت داده بود. اکنون نتایج تحقیقات این گروه منتشر شده است. گروه تحقیق تدابیری را که یونان در مرزهای خود با ترکیه برای جلوگیری از ورود پناهجویان اتخاذ کرده بود را مورد بررسی قرار داده و پیرامون این موضوع اظهار نظر کرده است. طبق این تحقیقات مرزبانان یونان پناهجویان را بدون بررسی حقوق پناهندگی آنان پس فرستادند و مانع ورود آنان به یونان شدند. گروه تحقیق نتیجه گیری کرده است که یونان دست به اقدامی زده است که به هیچ وجه با قوانین بین المللی منطبق نبوده است. اولا یتکه سخنگوی فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان گفت که برخورد یونان با پناهجویان مبنای قانونی نداشته است. به گفته یه نماینده حزب چپ، دولت آلمان از برخورد یونان حمایت کرده در حالی که تدابیری که یونان در مرزهای خود علیه پناهجویان اتخاذ کرده با قوانین بین الملل همخوانی نداشته است. این سیاستمدار آلمانی تأکید کرد که کمیسیون اتحادیه اروپا و دولت آلمان به جای درخواست از یونان برای رعایت حقوق بشر از برخورد غیرقانونی این کشور با پناهجویان به طور رسمی حمایت کردند. و به عنوان آخرین مطلب بخش دوم این مجموعه خبری، در گزارش ها آمده بود که سفیر دولت سوریه در سازمان ملل نامه برای دبیر کل فرستاده و از او تقاضای رسیدگی کرده است. طبیعی بود بیندیشید که سفیر سوریه در این نامه تقاضا کرده است که کشورهای جهان به دولت دمشق برای مبارزه با فاجعه کرونا یاری برسانند. شاید هم انتظار می‌رفت که جناب سفیر در این نامه از دبیر کل بخواهد که سازمان ملل برای پایان بخشیدن به خونریزی در استان ادلب به تلاش بیشتری دست بزند. شاید هم جناب سفیر از دبیر کل درخواست کرده راهی بیابد که مردم سوریه بیش از این کشته نشوند. تا کنون حدود 500,000 نفر قربانی شدند که اکثر آنها توسط ارتش بشار اسد، سپاه قدس ایران و نیروی هوایی روسیه کشته شدند. ولی اشتباه می‌کنید. در نامه سفیر سوریه به دبیر کل هیچ یک از این مطالب عنوان نشده، بلکه وی نسبت به آنچه که ادامه آبادی‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی توصیف کرده قلم به شکایت گردانیده است. دلسوزی برای ترور فلسطینی از دیدگاه دولت دمشق مهمتر از دلمشغولی برای سلامت جان شهروندان سوری است.
یک کلام آخر، در یک سال اخیر هیچ آبادی تازه‌ای از جانب اسرائیل در کرانه باختری برپا نشده است. متن مجموعه کامل‌تری از اخباری را که شنیدید می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه و چاپ کنید. پیش از خداحافظی با شما یادآوری می کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه ای از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم که اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار 1 دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن در اپستور به فارسی یا انگلیسی بنویسید رادیو اسرائیل فارسی. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.